از آن خوش آمدین در ادامه برنامه و در این بخش برنامه ما و همدجان میزبان مهمان ما هستیم که آقای رحمت الله غمی را و خود در برنامه داریم که سفر حسن نیت جهانی برای افغانستان هستند و همچنان امروز میخواین صحبت های روی نقش افراد جامعه در تامین امنیت داشته باشند. آقای غمی سلام بر شما، صحبتان بخیر، خوش آمدید. سلام خاص بر شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیون نگاه، امیدی که یک صبح پر از خوشی و صحت آغاز کرده باشین. سلامت باشین آقای غمی، خیلی خوشحال هستیم که شما را خود داریم. در اول بگن که افراد جامعه چی نقش میتونن در تامین امنیت داشته باشه. ما میاییم بیان که از کل صحبت کنیم، نخست میاییم از جامعه آغاز میکنیم بعد از فعالیت هایشان. جامعه یا محیط یا ساحه که ساکنین در اون زندگی میکنن و ساکنین باز به کتگوری و به اقشار تقسیم بندی میشن که در بینشان روش ها جریانات مختلف وجود دارند که این روش ها و فعالیت های برای بقای جامعه بشری به میان میارن و انجام میتن که بالاخره این روش ها ایجاد یک نظام، یک حاکمیت به میان میارن. از لحاظ جامعه شناسی اگر ما دید داشته باشیم، این روش ها که ما برای شما گفتیم امو حسنیت ها و امو اخلاق و امو مهربانی هایی که بین این اقشار به وجود آمدن به خاطر حس همزیستی یک سلسله روش های هستند که بالاخره این تامین کننده نظم اونمو محیط میگردن. ما شما را گفتیم که امو ساکنینی که در جامعه هستند و کوشش میکنن و پیداکاری میکنن که جلوگیری اختلاف ها و بینظمی ها یک سلسله کارا را انجام دادهن که ما میبینیم بالاخره امروز که بیایم سر دولت ساکنینی که بسیار در یک کشور هستند این مسئول کارا انجام میتن بدون از اینکه قوی اجرایه قانون مقننه را تطبیق کنن، خود ساکنین جامعه این را تطبیق میکنن خصوصا که این بسیار یک رول مهم در تامین امنیت امو ساحه یا امو جامعه یا امو کشوره که و مست هستن یا ساکن هستن سبب از رو میگردن. افراد چطور میتونه نقش داشته باشه در تامین امنیت یا جامعه؟ ما براتون گفتیم ما با شمارت کردیم که یک سلسله روش ها وجود دارد، با چه روش هایی؟ ببینین در جامعه قانون از خود اندیشیدن ساکنین از تفکرات از و از عرف ها بالاخره به وجود آمدن. نخستین منبع قانون امی عرف ها هستن که عرف ها امو بالاخره مقنن شدن و ساکنینی که امو درک و استخراج مغزی داشتن و یا قانون ساختن و در بینشان این روش بدون از این که قوی مقننه بالاخره با انجام قوی اجرایه که ایر انجام بتن، یعنی بدون از اینکه ما قوی اجرایه در این عرصه فعالیت داشته باشن، ساکنین یا وجدان جامعه، ما کسایی که در جامعه هستیم به خاطر تامین امنیت، به خاطر دوستی چاپریال یا مو قلمروی که زندگی میکنن جبران بگویم یا اصولا یا اخلاقا این روش های هستند که امو جامعه خود را دوست دارن، یک سلسله احساساتی که یا دارن در بینشان درونی هستن، وجدانن، یعنی در وجدان جامعه یا کوشش میکنن که اگر خودشان فعالیتی که مثال میخواه کوشش میکنن که فعالیتی را انجام بتن که خلاف به جامعه نباشن، مشکلات به بار نبیارن و خودشان حتی اگر خلاب انجام میتن باید این چی شوه
امو قانون سرشان تطبیق شن یا دیگه کس اگر کوشش میکنن که خلاب یا مشکلاتی به جامعه حل کنن یا کوشش میکنن که به امو قانون تسلیم شوند که این یک رول بسیار مهم بدونی که از این که دولت بیاین ای را تدابیرشان بگیرن یعنی خودن وجدانن ساکنین کوشش میکنن که یک امنیت یک تدابیر داشته باشن بله دقیقا واقعا نقش مردم بسیار مهم اساسی هست افراد جامعه در تامین امنیت یک کشور و یک جامعه و باید هر کس خودشان خود را مسئول بدانه و این وظیفه خود را بسیار درست انجام بده و نظر شما آقای غمی چقدر مردم تانسته که این نقش را که دارن و همچنان وظیفه را که دارن به صورت درست انجام بدن ببینین یک سلسله مشکلات های هستند اگر ما دیدیم در جامعه جهانی یا یک جامعه سالم داشته باشیم در کل هم ما گفته نمیتونیم که مثال که این تدابیر یا این مسئولیت ساکنین جامعه انجام دادن به خاطر که اینجا یک سلسله مشکلات هایی که من میگم بعضی تکالیف روانیستن که سر از پیشان سر میزنن یا بعضی عوامل اقتصادی هستند که مثال از اوج خود بالا میرن باز دچار این تخلف یا مشکلاتی که در جامعه خلق میکنن و در بعضی حالات بعضی مشکلات های هستند که مثال حقوق یکی از ساکنین در جامعه نقص میشن و بالاخره مجبور میشن که دستی به اختلاف یا یک کار را انجام تن که سبب اختلالات یا مثلا یک گدودی در نظم جامعه ایجاد شوند یک سلسله مشکلات های داریم خب باز هم اگر بگویم در جامعه جانی مثلا یا در جامعه سالم که ما میبینیم اگر ما بریم در یک اگر شما بینیم در اروپا یا در یک شورا که مثلا ما میبینیم صرف قوه اجرایی یا دولت مثلا اگر در سرکا بیاییم یک رهنمایی برشان چی کردن در دیگه جهان 80% تطبیق قانون برای حفظ نظم جامعه یا خودشان تطبیق میکنن 20% قوه اجرایی در بعضی حالات مکمه میگم یا باز تقیب و اجزاد دارن در بیرون که ما میبینیم از او باید ما انکاس از او باید ما استدلال داشته باشیم که صرف یک رهنمایی اگر سرکاستن هر جایی که ما میریم از این رو معلوم میشن که در یک جامعه سالم اشخاص 80% سهم در بخش اجرای یا تامین امنیت یک کشور یا یک جامعه سهم دارن خب یک سلسله مشکلات های هست من میگم که براتون بیشتر یادآوری کنم که بعضی مشکلات هستن خب باز هم مردم دی زیاد سهم هستن آقای غمای ببخشید لطفاً 80% که شما گفتین که افراد میتونن تامین امنیت نقش داشته باشن خیلی فیصدی بالای است ولی در افغانستان در جامعه افغانستانی مردم جامعه توقع دارن که دولت باید امنیتشون رو تامین بکنن و ما به نظر شما چقدر مردم خودشان کوشش کردن و سعی میکنن که در تامین امنیت نقش داشته باشن و تا حال چقدر نقش داشتن ببینین جامعه افغانستان یا افغانستان کشور افغانستان یک کشور هستن که تا سالها امو قربانی نقطه استراتژیکی که در قلب آسیا دارن هستیم و نظام هایی که مثلا ما پشت سر گذاشتندیم بدبختی وجود داره که ما میبینیم افغانستان تا هنوز یک کشور جهانی محسوب نمیشن او چیز دیگه که ما داشتیم از کشورهای جهانی یا یک جامعه سالم بودن در افغانستان مشکلات های زیادی دارن مشکلات های امنیتی استن مشکلات های اقتصادی استن چون که در یک جامعه سالم ما چطور بتانیم که یعنی افراد جامعه افغانستان هدف ماست اینا چطور میشه که خودشان نقش بگیرن در تامین امنیتشان ببینین ما از اول آغاز میکنیم چون اول از مشکلاتشان که بخش مشکلات امنیتی هستن بخش اقتصادی و مشکلات های مثل قومی نژادی و بالاخره سلسله مراتب مشکلات که پیش آمدن و افغانستان اگر براتون بگویم در بین ازی که امو نومیدی های مردم در قبال دولت
و خواستارهای دولت که مثال از مردم هستن او توقعی که دارن و تنوز نمیتونن که او رو بعدست برشان تسلیم شد یا برشان انجام داده باشن. تنوز ما با بسیار جنجالا و بدبختی ها دوچار هستیم. در این عرصه در افغانستان ما چی افراد در تامین جامعه یا در تامین امنیت در جامعه تنوز سهیم نیستیم، ولی نو آغاز کردیم و این نسل نو با آمدن مهاجرین که برگشت به افغانستان آمدن و جاگزین ساختن فرهنگ های یک جامعه سالم نو آغاز کردیم، تنوز سهم مکمل نداریم. بله، و آقای غمی شما در سخنان قبلیتون اشاره داشتین که بنابر یک سلسله مشکلاتی که وجود داره از نگاه مثلا گفتم میتونه مشکل اقتصادی که هست شاید وادار بکنه اشخاص را در جامعه که دست به دوزی یا امثال اینها بزنن که این خودش میشه باعث ناامنی در یک جامعه و ناامنی را ایجاد میکنه و همچنین مشکلات های دیگه را که یاد کردید، چگونه ما میتونیم به نظر شما این مشکلات را رفع بکنیم تا شاهد ناامنی نباشیم؟ ما در قدم نخست چون به افراد جامعه اینمی خواست یا پایم هستن مرد زن هر دو طرف باید احترام اصول باید مراد کنن، خرد و کلان بین آمر و مدون بین متقاضی و بخش شعبه و بخش اجرایه و بالخصوص جوانا، یعنی ما در جامعه همی کسایی که از آمه هستن وجدانن، باید یک چون ما در وجدان یک قضی داریم باید وجدانن یک حس وطن دوستی یک حس داشته باشیم که همی جامعه جان ماست و هر ساختاری که ما در جامعه میبینیم و یک حس با خسن یا جانی خود داشته باشیم که بگیم که این جامعه جانی مثلا این حس به سلسله مراتب از افراد جامعه آغاز میکنیم، میایم در بخش بالاتر در بخش اداره میایم و اداره هم در فعالیت‌هایشان باید یک حس وطن دوستی داشته باشند، جلوگیری از تخلف شوند، حق به حق دار برسند و این روش های هستند که یک رول مهم در تامین امنیت جامعه که بالاخره من میگم رضایت افراد جامعه باز از بخش اجرایه میشن چون که رضایت به وجود آمدن خود افراد عامه جامعه امی نظم در مقابل امو چیزی در مقابل که امو دولت یا قوه اجرایه که فعالیت درست برشان داشتن خودشان به شکل نرمال ای پیش میره تامین میشن، ولی تا افغانستان تا هنوز چیزایی که ما ذکر میکردیم یا ذکر کردیم چیزایی مد نظر نگرفته شدن خب نه آغاز کردن و یک چیز مهم دیگه ای هستن که این جنگ های قومی نژادی سمتی ما یک چیز دیگه هم هستن نهادها سیاسون جوانا باید در این عرصه زیاد فعالیت داشته باشن تا این بدبینی ها و این جنجال هایی که یک عامل دیگه هم اساسی هستن اگر ما با هم باشیم یک حس با هم داشته باشیم بسیار یک رول مهم و نقش مهم دارن. ما فکر میکنم که شاید در تامین امنیت جامعه یک رول مهم داشته باشیم. بله دقیقا، و همچنان آقای غمی مثلا شاید کسایی که سطح سوادشون بالا هستن، معلومات کافی دارن، سطح آگاهیشون بلند هستن شاید قبول بکنن و همچون ای که آگاهی کامل داشته باشه که نقششون به حیث یک فرد یک جامعه چه نقشی می داشته باشه، مسئولیتش چی است در قبال جامعه. اما کسایی که سطح سوادشون پایین هستن یا معلومات کافی درباره این ندارن، راه حل چی هست؟ باید چی گونه برنامه‌های برگزار شون تا اینا هم آگاه شون که اینا هم عضو همین جامعه هستن و نقش مهمی در تامین امنیتشون و در پیشرفت جامعهشون داره؟ ببینین ما در کل اشخاصی که دارای تحصیل و مسلکی هستن و با درک و فهمی که متخصص یا تخصص دارن از و هم باید یک سلسله فعالیت هایی داشته باشن در مو نزدیک در چاپلیاری که مثال هستن یک سلسله فعالیت هایی که مثال ما اگر ببینیم در بخشی که مثال مسجد ها ما داریم میشه که یک سلسله برنامه های یک سلسله نظریات با مو مولای مسجد یا ریسپیر یا کمان یا وکیل جایی که هستن امرای و شریک بسازن و دوم
نهادها و احزاب که هستند همچنان میتونن که در این بخش بعضی برنامه های در نهادها بتن و کسایی که من میگم دوره تحصیل هستن میشن که نظریات یک پیشنهادات و چیزایی داشته باشن و از او برنامه ریزی شون و کسایی که مثال دوره تحصیل نیستن ما ایجاک میبینیم قشن ما زیادترن به سواد ماندن برای او یک سلسله برنامه هایی داشته باشن تا یک آگاهی در این مورد در این عرصه ها با کسایی که من میگم که سواد ندارن یک رولی بسیار مهم دارن و بخش معارف همچنان میشه که برنامه های برشان بسازن تا طبعا کسی که مثال پدرها به سواد هستن اولادشان در مکتب میرن یا بیادرهایشان میرن یا یک عضو پومیلشان میرن میشه که او درس اوجا خوانده پس برگشت به خانه و یک چیز یک انگیزی بسیار خوب داری داشته باشن و این نقاط اساسی هستن میشه که امو کشوری که به سواد هستن هم برای وا یک انگیزه داده شن و چیزی مهمی هستن که آمده سازی یا نیاز افراد یا امید افراد از قوه اجرایی چیزی که میخواین به شکل شایستگی اگر دولت من نظر بگیرن چی سواد دار چی به سواد هستن من فکر میکنم یک روحی بسیار مهم برشان میتن و ما باوردم که یک روحی بسیار مهم دارم. بله تشکر. به عنوان آخرین سوال چون وقت برنامه کم است میخوام بپرسم که شما در بین صحبتاتون گفتین که در جامعه که سمتگرایی یا قومگرایی باشه یعنی باعث میشه که افراد بی‌تفاوت باشن در قبال امنیت جامعهشان و به نظر شما در جامعه که تعصب وجود داشته باشه آیا امکان از این وجود داره که در جامعه امنیت تامین شود؟ ببینین جامعه ما که میاییم جامعه ما که پر از تعصب پر از چیز هستن نه در اون صورت من میگم وقتی که در یک جامعه تعصب از هر گونه از هر لحاظ باشن ما اگر بگویم براتون در یک اداره از چندین اقوام زندگی میکنن اگر این چیزا در بینشون داشته باشن وقتی که یک متقاضی میاین او چیزی که خواستشان هستن چون ایجا یک تعویض یک چیز در بینشان آمدن ایجا یک سلنگاری کلان به وجود میاین چون که همون کار به همون لحظه برشان شوه او باید بمانه چند روز بعد و او کسی که ایجا آمدن و ای امرانشان ای پیل انجام داده شدن و او باز که میره یک بغض یک کینه در دلشان میمانن ببینین بین دو کس یک مشکل بسیار کلان هستند و با سلسله مراتب ای با جامعه پش چی میشه نقش میشه و ای در جامعه نشر میشن و من میگم از هر لحاظ مردم باز میخواین که یک سلنگاری به وجود بیاین و امیدشان بالاخره از کوه اجرایه قطع میشن یک بسیار مشکل کلان هستند و خان سپاسگزار هستیم آقای غمی استفاده کردیم از صحبت‌هایتان و سپاس از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما و اگر گفتنی اخیر داشته باشین کوتاه شما میشنیم تشکر ما در آخر یک پیام خاص برای جوانا در یرسا که همه جوانا را من میگم کوشش کنین در یرسا بالاخره یک سلسله پالیت های داشته باشین به نهاد خواه تا امی یک احساس به این نسل نو انتقال بتین تا سبب تامین امنیت در جامعه گردن و تشکر از تلویزیون نگاه بر ما وقت دادن تا امو نظری خود به اشخاص جامعه ما پیشکش کردیم تشکر شما آقای رحمت الله غمی سفیر حسن نیت جهانی در افغانستان تشکر از شما بیننده های عزیز که با ما بودین بعد از یک میان برنامه همچنان با ما باشین